سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروزم با یک ویدیوی جدید گرامری در خدمتون هستم. امروز میخوایم در مورد ژئوندیو صحبت کنیم، کاربرداش و اصلا چطوری ساخته میشه و اینکه کجاها میتونیم ازش استفاده کنیم. با ما تو این ویدیو همراه باشید. میبینید براتون اینجا نوشتم لو ژئوندیو. خب اصلا این چیه، برای چی باید استفاده کنیم؟ اول ببینیم که ساختارش چجوری، یعنی ساختار جملهش چطوری. اول اینو ببینیم و بعد بریم سراغ کاربردش. خب ببینید، براتون نوشتم آن، یعنی باید اول آنو بیارید اینجا. بعد نوشتم کن جوگ لو و اب خزان دو لندیکتیو ا لا پرومیر پرسون دو پلوریل. یعنی چی؟ یعنی نو، یعنی چیزی که شما برای زمان حال برای نو اول شخص جمع استفاده میکنید. بله به هیچی انت. خب حالا بریم ببینیم دقیقا یعنی چی. ما اینجا فعل خاندغ داریم، من براتون فقط نوشتم خاندغ بدونی که صرف کنم. بعد گفتم چی؟ اون چیزی که برای نو صرف میشه. یعنی چی؟ مثلا برای خاندغ میگیم نو خونو. خب چیزی که صرف میشه چیه؟ نو خونو. خب ما اینجا چی کار میکنیم؟ برای اینکه این جمله رو تبدیلش کنیم به ژئوندیو و چی کار کنیم؟ ببینید زیر او ان اس رو که برای نوه رو ما خط میکشیم، حذفش میکنیم، به جاش چی اضافه میکنیم؟ هرچی که موند مینویسیم اینجا. اینجا چی مونده؟ پ ار او ان. چی اضافه میکنیم؟ ا انت. یعنی چی میشه؟ آن خونا. مثال دوم ببینید اگر که خوب متوجه نشدید، بریم سراغ یه مثال دیگه. فعل فر خب میشه چی؟ نو فزون. خب گفتیم چی؟ ONSش رو حذف میکنیم، ONS رو حذف میکنیم، به جاش چی اضافه میکنیم؟ ا انت. یه دونه آنم که گفتیم اولش اینجا گفتیم اضافه میکنیم. بعد اینجا چیزی که میمونه چیه؟ F A E S. بعد بلوه ا انت میشه چی؟ اون فزون. مثال سوم، مثلا من فعل گروه اول انتخاب کردم، فعل مانژه، میگیم چی؟ نو مانژون. خب چیزی که میمونه اگر او ان اسش رو حذف کنیم چی میمونه؟ ام ا ان ژ ا. خب اینو مینویسیم، یه ا ان ت اضافه میکنیم، میشه چی؟ اون مانژون. خب الان اینجا اون خونا، اون فزون، اون مانژون، اینا اسمش چیه؟ ژئوندیو. خب الان شما یاد گرفتید که چجوری میتونید یک جمله ژئوندیو بسازید. حالا بریم ببینیم کجا و کی باید استفاده کنیم ازش. خب براتون نوشتم اینجا اولین زمانش برای تام. پریزام چی براتون نوشتم؟ peut être remplacé par quand. یکی از استفاده هایی که ژئوندیو داره چیه؟ ما به جایی که بگیم quand از ژئوندیو استفاده میکنیم، یا پاندان کو آممتان از این استفاده میکنیم. حالا یعنی چی؟ ببینید ایل شان آم خونان سدوش. خب اینجا ببینید آم خونان، این یعنی ژئوندیو استفاده کردیم. یعنی اگر نخواهیم از ژئوندیو استفاده کنیم جمله چی بوده؟ ایل شان پاندان، براتون نوشتم پاندان کو. ببینید اینجا به جای پاندان کو، خب ایل شانت پاندان کیل پران سدوش، یعنی اون آواز میخوند پاندان کو، یعنی در زمانی که داشت دوششو میگرفت. خب یعنی همزمان که داشته آواز میخونده همزمان دوشم میگرفت، یا دوش میگرفت آوازم میخونده، فرق نداره. یعنی همزمانی دوتا کارو شما میتونید از ژئوندیو استفاده کنید. حالا بریم یه مثال دیگه ببینیم. Je consulte le site BlaBlaCar en mangeant mon sandwich. خب من سایت BlaBlaCar که برای اجاره ماشین و ایناس وقتی میگه کنسولته داشتم نگاه میکردم، en mangeant میگه در حالی که داشتم ساندویچ میخوردم. یعنی دو تا کار همزمان، هم داشته سایت رو نگاه میکرده هم داشته ساندویچ رو میخوردم. یه مثال دیگه، tu trouveras un vélo d'occasion en lisant les petites annonces. خب میگه چی؟ تو پیدا خواهی کرد یک دوچرخه دست دوم اگر که بخونی، در حالی که بخونی
انونس های، یعنی آگهی های کوچیکی که حالا هستش دیگه. یعنی میگه اگر که میخوای، میگه تو پیدا خواهی کرد در موقعی که داری میخونی یک آگهی مثلا دوچرخه. پس اینجا دوتا فعلی که استفاده چه؟ فعل خوبه پیدا کردن، بعد اون لیزان یعنی در حال خوندن آگهی های کوچیک حال هستش. مثال سوم ببینیم، il fait du sport en écoutant de la musique. خب این خیلی شاید ما تو زندگی روزمرمون هم به حال این چیزی باشه که خیلی استفاده کنن. il fait du sport یعنی او ورزش میکرد، en écoutant در گوش در حال که گوش میکرد موزیک، یعنی همزمان که ورزش میکرده موزیک هم گوش میکرده. خب حالا بریم چند مثال دیگه. Je répare des appareils électroménagers en discutant avec des amis. میگه تعمیر میکردم من وسایل الکترونیکی رو، en discutant در حال دیسکوته کردن گفتگو کردن، avec mes amis با دوستام، یعنی همزمان که داشته تعمیر میکرده یه چیزی رو با دوستاشم گفتگو میکرده. مثال بعدی، je regarde la télé en faisant la cuisine، یعنی من تلویزیون رو نگاه میکردم en faisant در حالی که داشتم آشپزی میکردم. مثال بعدی، je lis le journal en prenant mon bain، یعنی من روزنامه میخوندم آمخونم منبم، یعنی که در حالی که داشتم مثلا همون بم منظورش دوشه، ولی اینجا خونم منبم میگید خب میگی میشه مثلا روزنامه رو تو همون خوندم، منظورش خونبم یعنی که معمولا توی وان دراز میکشن اینطوریه دیگه، سرشون اینا خیس نمیشه، فقط بدنشون خیس میشه و یه خود حالت چیز داره که میرن توی وان دراز میکشن، اینجوری روزنامه شون هم میتونن بخونن. مثال بعدی، j'ai rencontré ma voisine en achetant du pain. خب میگه من، حالا این زمان گذشته استفاده کرده، j'ai rencontré یعنی من، هم rencontré یعنی دیدن کسی، j'ai rencontré ma voisine یعنی من همسایه‌مو که اینجا مؤنث استفاده شده، میگه من همسایه‌مو دیدم en achetant یعنی در حالی که داشتم می‌خریدم مثلا نون، یعنی همسایه‌اش رو دیده در حالی که داشته نون می‌خریده. خب چند تا مثال دیگه، تو pourra faire des progrès en français. حالا ببینید چی نوشتم، تو می‌توانی progrès یعنی پیشرفت کنی تو فرانسه، مثلا چی؟ en lisant la presse française یعنی در با خوندن روزنامه‌های فرانسوی. تو pourra faire des progrès en français en regardant des films francophones با نگاه کردن به فیلم‌های فرانسوی زبان. حالا یه کاربرد دیگه‌ای هم که برای ژرندیف میتونیم بگیم چیه؟ la cause یعنی علت چیزی. براتون نوشتم le ژرندیف peut être remplacé par parce que. خب اون کاربرد اولشی که بهتون گفتم خیلی پرکاربرده، اینم کاربرد دومش که بخوایم به جای پخسکو استفاده کنیم. مثال چیه؟ ببینید، je me suis enrhumé en sortant. اینجا خب ژرندیفش چیه؟ دیگه پیدا کنیم ببینیم کجاست. en sortant avec les cheveux mouillés. این جمله یعنی میگه من سرما خوردم در حال یعنی به خاطر خارج شدم، پخسکو اینجا به خاطر خارج شدن یعنی بیرون رفتن حالا از جایی با موهای خیس، لشو مویه یعنی با موهای خیس. حالا اینجا اگه بخوام از پخسکو استفاده کنم چی میشه؟ je me suis enrhumé، من سرما خوردم زمان گذشته، پخسکو برای اینکه je suis sorti avec لشو مویه. میبینید پس این en sortant، وقتی که میگیم en sortant دیگه پخسکو نمیخواد. خب اینجا سه تا، این حالت کلی همیشه اینطوری بهتون گفتم، آن اول، بعد اینجا فعل که از نور ریشهشو میگیریم بلوی آ انت، این برای همه فعلا هستش. فقط سه تا اکسپسیون داریم که فعل که اینطوری ساخته نمیشن، فرمشون اینطوری نیست. سه تا فعل هستن که خیلی هم پرکاربردن، فعل اتر، فعل اواق، فعل سواق. باید اینو یاد بگیرید، حفظ کنید، مثل هر چی دیگه که تو زبان فرانسه هست و قاعده نداره. خب فعل اتر که میشه چی؟ البته این آن و انتش ثابتش، فقط کلمه که وسطشه این عوض میشه. پس فعل اتر میشه آن اتان، فعل اوار میشه آن آیان، فعل سوار میشه آن سشان.
خب اینم سه تا اکسپسیون یا سه تا استثناس که باید حفظ کنی توی ژرمندیف. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر که از این تیپ ویدیوهایی که بیشتر به گرامر میپردازیم براتون جالبه، حتما برای ما توی کامنت ها بنویسید و با لایکاتون، و اگر که هنوز عضو کانال ما نشدید از کانال ما حمایت کنید. تا این ویدیو دیگه، خدا نگهدار.